به این کامپیوتر نگاه کنین. کامپیوترها قبلا به اندازه یه اتاق بودن. خیلی هم دور نیست که بگیم مثلا 1000 سال پیش اینطوری بودن. توی همین یک قرن اخیر توسعه پیدا کردن. اما حالا کامپیوترها رو ببینین. لپتاپ ها اومدن که دیگه خیلی کوچیک‌تر هم شدن. یخچال ها مثلا در گذشته با گازهای سمی خنک می شدن. امروزه یخچال ها کاربردهای متفاوت تری پیدا کردن. فریزر دارن، آب سرد کن دارن. حتی این دوچرخه رو ببینید. بهشون پرنیفاردینگ می گفتن. چقدر حرکت باهاشون سخت و عجیب. بعد از گذشت دهه ها مخترعین فهمیدن که طراحی های راحت تری هم میشه واسه این اختراعات داشت و تغییرشون دادن. خیلی از این اختراعات هست که اینطوری تغییر کردن. شکل اولشون اصلا مثل شکل امروزیشون نبوده. و اینجا یه نکته قابل توجه به وجود میاد. بعضی اختراعات بودن که باز توی این قرن هم نه، شاید 1000 سال پیش اختراع شدن، اما امروزه به همون شکل ابتداییشون موندن و استفاده میشن. امروز میخوایم به اختراعاتی سر بزنیم که از همون اول اونقدر بهینه و خوب طراحی شدن که تا امروز هیچ تغییری نداشتن. جارو. اگرچه امروزه جارو برقی وجود داره، ولی اگه برق نباشه و جارو شارژی هم نداشته باشین، اون وقت فکرتون میره همون جایی که مردم 1000 سال پیش فکر میکردن. جارو دستی. امروز هم ازش استفاده میشه. مشخص نیست جارو اولین بار کی اختراع شد یا حتی کجا استفاده شد، اما خیلی قدیمیه و 1000 ساله که کاربرد داشته. در اکثر اشارات تاریخی جاروها رو اشیای دستساز مینامیدن. مردم از نی، شاخه یا هر ماده طبیعی دیگه‌ای که تو دسترسشون بود استفاده می‌کردن و اونا رو به هم می‌بستن تا جارو بسازن. تفاوت جاروهای دستی امروزی و گذشته توی شکل و شمایلشون آنچنان نبوده و همیشه همینطوری بوده و کاربرد داشته. فقط تفاوت اصلیشون توی جنسشون بوده. امروز مثلا دستهای پلاستیکی و فلزی هم براشون ساخته میشه، ولی در گذشته همگی یا جنس دستشون از چوب بوده یا نی بوده یا شاخه‌ای بوده که خود جارو رو باهاش می‌ساختن. گیره کاغذ. اختراع گیره کاغذ زمان دقیقش مشخص نیست، ولی احتمالاً این اتفاق در اواسط قرن 19 رخ داده. اولین اختراع ثبت شده برای گیره کاغذ به شخصی به نام ساموئل بی فی در سال 1867 تعلق داره. اما طراحی اون بیشتر شبیه یک سنجاق سره تا گیره کاغذ. همچنین توی اختراع اصلی ذکر شده که این وسیله برای وصل کردن برچسب به پارچه، مثلا برای خدمات لباسشویی یا اتاق تحویل کت طراحی شده. اما همزمان شرکت جم توی انگلستان گیره کاغذ مدرن رو ساخت. احتمالاً اونا در اون زمان گیره کاغذ می‌فروختن. اما جم هیچ وقت برای اختراعش ثبت اختراع نکرد. پس دقیقاً مشخص نیست که واقعاً تولیدشون از کی شروع شده. تا زمان 1893 بود که این شرکت شروع کرد به تبلیغ گیره کاغذ، که همون گیره کاغذیه که به شکل امروزیش استفاده میشه. اگرچه بعد از اون سعی شد گیره های کاغذ مختلف طراحی بشه که هر کدوم شکلهای مختلف داشتن، اما هیچ کدوم نتونستن از کارایی طراحی اولیه‌اش بهتر باشن. امروز گیره کاغذهای پلاستیکی هم وجود دارن، اما استانداردش با سیم فلزی خمیده است. با اینکه طراحی گیره کاغذ نیازی به تغییر نداشته و هنوزم استفاده میشه، ولی امروز ما کاربردهای دیگه ای رو هم ازشون استفاده میکنیم. مثلا شما ممکنه در طول یک هفته از هیچ کاغذی حتی استفاده نکنین که به گیره کاغذ احتیاج داشته باشین، ولی ممکنه سر گیره کاغذ رو خم کنین و برای درآوردن سیم کارت گوشیتون ازش استفاده کنین، یا برای تعمیر ابزار الکترونیکی به عنوان سوزن از این گیره کاغذ استفاده کنین. به هر حال با وجود تمام کاربردهای اضافی که برای گیره کاغذ پیدا شده، اونا همچنان بهترین راه حل واسه وصل کردن موقت کاغذها به همن و هیچ اختراعی هم بهتر از این تا حالا واسهش طراحی نشده. تاس. به احتمال زیاد توی خونتون حداقل یک دونه تاس رو دارین. از بازی‌های قدیمی مثل منچ و ماروپله و بازی‌هایی مثل تخت نرد که این روزا خیلی ها بازی میکنن، به تاس احتیاج داره. این تاس ها از 5000 سال پیش هم بودن و اون زمان هم دقیقا همین شکلی بودن. قدیمی ترین تاس ها توی ایران پیدا شدن که قدمتشون به 2800 سال پیش از میلاد برمیگرده.
اما بعداً تاسایی توی اسکاتلند پیدا شد که تخمین میزنن مال 3100 سال پیش از میلاده. اون زمان هم تاس کاربردش برای بازی بود. ولی بعضی تاسا توی مصر کشف شدن که روش به جای عدد حروف داشته یا بعضی ها یه سری شکلک روشون بوده. تنها چیزی که توی تاسای 5000 سال پیش تا الان فرق کرده مثل اون جارو جنسشه. در گذشته جنس تاس از استخون و سنگ و سفال بوده. امروز چوبی و پلاستیکی هم بهش اضافه شده. شاید فکر کنین جدیدن بازی‌هایی هست که تاس‌های چند وجهی دیگه مثل 12 وجهی، 14، 18 و 20 وجهی هم نیازه و مال بازی‌های امروزیه. ولی نه. حتی تاس‌های 20 وجهی هم قبلا توی مصر باستان وجود داشته. اما اون زمان برای بازی نبود. از این تاس‌های 20 وجهی برای فالگیری استفاده می‌کردن. قاشق. بعضی‌ها معتقدن قاشق قدیمی‌ترین وسیله غذاخوریه و حتی قبل از چاقو قاشق وجود داشته. احتمالاً قاشق به دوران پارینه سنگی حدود 2.6 میلیون سال پیش، یعنی میلیون‌ها سال قبل از اینکه انسان مدرن و هوموسیپین روی زمین دیده بشه برمی‌گرده. اما تعریف قاشق اون زمان فرق می‌کرد. قاشق‌های 2 میلیون سال پیش اینطوری نبود. از چیزی مثل صدف دریا که تو رفتگی داشت برای مصرف آبگوشت و غذا استفاده می‌کردن و اون زمان کسی واقعا به قاشق امروزی فکر نمی‌کرد. چیزی که ما امروز به عنوان قاشق می‌شناسیم و اکثر مردم می‌شناسن یک دسته باید داشته باشه و یک چیزی مثل کاسه کوچیک یا در اصل یک سطح دارای تو رفتگی باید داشته باشه. با این تعریف اگر دنبال قاشق بگردیم میشه حدود 1000 سال پیش از میلاد و در مصر باستان پیداش کرد. اونجا قدیمی ترین قاشق شناخته شده مدرن دیده شد. اگرچه دستگاه‌ها یا چیزای مشابه موقتی هم ساخته بودن، مثلا چوب رو واقعا به کاسه وصل می‌کردن، ولی خب اون دیگه قاشق نبود. به مدت 2000 سال همه قاشق‌ها تا حد زیادی یکسان بودن. حالا جنسشون فرق می‌کرده. مثلا قاشق‌های اولیه از استخون و چوب ساخته می‌شدن. الان بیشتر فلزی هن و حتی قاشق‌های معروف آسیایی دسته کوتاه‌تر و کاسه‌های عمیق‌تری دارن. اما به طور کلی همه‌شون طراحی مشابهی داشتن. طراحی مشابه یعنی این که اگر به شما عکس یک قاشق 2000 سال پیش رو نشون بدن و نگن این چیه، شما خیلی سریع می‌فهمید که قاشقه، پس قابل تشخیصه، یعنی طراحیش مشابه امروزه. قاشق از همون اول طراحیش کاربردی بوده و تغییر نکرده. البته منطقی هم هست دیگه، مثلا چه تغییری میخواست بکنه؟ یه فرو رفتگی کوچیک متصل به یک دسته است. غذای زیادی واسه نوآوری توش نداره دیگه. اما جالب اینجاست که این حرف رو نمیشه در مورد چنگال گفت. چنگال‌ها در دوران باستان به عنوان وسایل سرو یا پخت و پز استفاده میشدن، نه برای غذاخوری و حتی کاربردشون هم بیشتر برای آشپزی هم نبود و از قرن 4 میلادی برای غذاخوری استفاده شد. چنگالای اولیه شباهتی به چنگالایی که امروز شما ازش استفاده می‌کنید نداره. مثلا در طول تاریخ چنگال‌های پارسی معروفن. اینا مال قرن 8 میلادی. و اگر بهش خوب نگاه کنین، مشخصه که بیشتر شبیه ابزار یا یک سلاح تا وسیله غذاخوری. اما به همون اندازه که طراحی چنگال تغییر کرده، قاشق همونطوری که هزاران سال پیش بوده، امروز هم همون شکلیه. چرخ دیگه یکی از مهمترین اختراعات بشره که میگن اولین چرخ توسط سومریان در 1004 پیش از میلاد اختراع شد. این چرخ‌های اولیه دیسک‌های چوبی متصل به یک محور بودن. تا سال 2000 پیش از میلاد مردم فهمیدن که میتونن چرخ‌ها رو توشو خالی کنن و یک سطح بیرونی ازش باقی بمونه، ولی بازم کار میکنه و چرخه. اینطوری حداقل سبک‌تر میشه. در طی هزاران سال بعدش چرخ دستی اومد، گاری اومد، فرغون، دوچرخه، کلی وسیله شکل گرفت که همه هم چرخشون یکسان بود. البته شکل چرخ یکسان بود. اندازه ها و جنس فرق کرد. بعد از اونم که لاستیک اختراع شد و کلن یک تغییر اساسی تو طراحی چرخ. شما چند اختراع دیگه رو میشناسین که از زمان اختراعش تا الان به همون شکل کاربردی طراحی شد و تغییری نکرده. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.